بیش از 150 هزار کارمند نهادهای اروپایی با امضای توماری مخالفت خود را با پیوستن ژوزه مانوئل باروسو رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک گلدمن ساکس ابراز کردند. سال هاست که کمیسیون و نحوه کارش زیر تیغ حمله منتقدان قرار دارد و هیچ پاسخی هم به این انتقادها داده نمی شود. در جریان کارزار برگزیت شاهد بخشی از این انتقادهای تند و تهمتها بودیم. تهمتهایی که از سوی برخی احزاب پوپولیس و افراطی و همچنین برخی از رسانه ها مطرح شد. سپس موضوع باروسو رسانه‌ای شد، موضوعی که موجب سرریز شدن کاسه صبرها شد. همزمان نهادهای غیر دولتی هم با برپایی تجمعی در مقابل کمیسیون اروپا خواستار تغییر قوانین شدند. موضوع باروسو تنها مورد نیست، در واقع با یک ساختار معیوب روبرویم. ما خانه اصلاح قوانین مربوط به رفتار کمیسرها هستیم. باید مدت انتظار به 3 سال افزایش یابد. همچنین خواستار استقلال کمیته اخلاق هستیم. همکنون کمیته اخلاق متشکل از کمیسرهاست. افراد این کمیته مسئول هستند درباره همکاران پیشین خود و دوستانشان قضاوت کنند. تومار کارمندان نهادهای اروپایی و همچنین تومار نهادهای غیر دولتی روز چهارشنبه به مقامات کمیسیون اروپا تحویل داده خواهد شد.